بله جونم عرض میکنم. صبح شما بخیر. صبح بخیر. آقای دکتر، من یه دختر 8 ساله دارم که این از وقتی که به دنیا اومده من میتونم بگم که دختر حساسی بوده خیلی و خیلی کانسیدرد، یعنی به کوچکترین تغییری در اطراف خودش خیلی توجه میکرده. در حدود دو ساله که دچار اضطراب میشه، یعنی هر تغییری که در مدرسه یا در محیط خونه ایجاد بشه، بله. با اینکه ما خیلی مواظب هستیم، یعنی واقعا بیش از حد مواظبیم که این ناراحت نشه، چیزی واقعا صدمه روحی و فکری بهش نخوره، ولی که با این همه اتفاقاتی میفته. مثلا یه بار رفتیم به یه فروشگاه، یه دوز رو گرفته، یه دوز رو یه پلیس مخفی گرفته بود، این تا دو هفته سه هفته نصف شب دچار دلدرد شدید میشه و درد خیلی بد. و بعد دو مرتبه مثلا این حالت متاسفانه با عوامل خارجی خیلی تکرار شده این اواخر. خب شما خودتون هم آدم حساسی هستین؟ فوق‌العاده. من آدم مادر نگرانی هستم، ولی که واقعا خودم رو به خاطر اینکه میدونم که این حتی به حرفای من گوش میده و هیچ حرفی نپای تلفن بزنم، خودم خیلی کنترل میکنم جلوش، ولی با این همه فوق العاده بچه باهوشیه و میفهمه که شما چی میگید. و الانم یه پرابلم دارم آمدیسو که باید مدرسه‌شو عوض بکنم و اونم دیگه بدتر. بله، با اینکه هنوز مستقیمنم بهش نگفتم، یعنی به صورت سوالای فرضی ازش کردم که فکر میکنی که اگه مدرسه عوض بکنیم چی میشه و چی فکر میکنی راجع به این موضوع. بعد از دیشب دو مرتبه این حالت رو برگشته که دلدرد و آقای دکتر یک دفعه لرز خیلی شدید میکنه که اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه. بله، این ناراحتی که داریم میگیم به جای رسیده که الان داره علائم بدنی نشون میده ازش، که به صورت همون دلدرد هست، لرزش هست، که اینو بهش میگن یک حالت اضطراب همه جانبه که یه دفعه تمام وجودو میگیره و توی بچه هم اتفاق میفته. حالا اگه بخوام برگردیم به این که ببینیم که سیستم خانواده خودش چطوری بوده، معمولا پدر مادرام خودشون یه مقداری نروس و حالت استراب دارن معمولا توی این حالت ها، ولی تقصیر شما نبوده که چون شما خیلی آدم حساسی بودین حالا بچه‌تون هم اینطوری شده، اصولا این اتفاق افتاده. حالا برای اینکه درستش بکنین احتمالا شاید لازم بشه که یه مقداری دارو درمانی برای دخترتون بشه. یه داروهایی هست، داروهای ضد افسردگی هست که اثرشون روی سیستم بدن کاهش دادن یک سری از آنزیم ها و مواد شیمیایی هست که باعث میشه جلوگیری بکنه از بروز این علائم بدنی مثل دلدرد و اسهال و لرز و اضطراب و اشکال در خواب، که اینا اگه درست بشه یک کمی حداقل بازم پیش خودش اون ترس و وهمه رو مترادف نمیکنه با دلدرد، پس این مدار آرومتر میشه، میتونه به زندگیش ادامه بده. و یه مدارم روان درمانی و همین که شما خودتون اگه با یه نفر متخصص صحبت بکنید که اصلا ببینید خودتون چجوری با مشکلات رو برو میشین، اونم موثر خواهد بود. آقای دکتر فکر میکنید که این بچه باید روی دارو باشه؟ یعنی باید سعی بکنید. من به نظر من بهتره که یه دونه کنسولتاسیون با یه متخصص روانپزشک داشته باشید.